این که شما در تستنیتون حتی یه دونه هم حتی یه دونه اشکال نکته موضوع ندیدید که اطراف اینا بنویسید، شما قطعا تو کنکور سطح میزنید. یعنی ما هدفمون از این که به شما گفتیم بچه ها تست بزنید نکاتشو کنارش بنویسید اینه که یه سری تیک بزنید. واقعا ازتون متشکریم. این کار مربوط به خانم رحمانی. خانم رحمانی این چیه الان؟ کتابمون رو قشنگتر کردید نه؟ این صفحه آبی و سفیده، شما یه سری هم مارکر زرد اضافه کردید، من خیلی ازتون ممنونم واقعا، برای اینکه کتابو زیباتر کردید، مارکرای زردم اضافه کردید، خیلی ممنونم. یعنی شما بعدن دارید اینو میخونید چی متوجه میشین؟ که این مارکرای زرد چی ان دقیقاً؟ چه نکته خاصی دارن؟ این کار خانم علیانه. خانم علیان یه حرکتی روش میکردید تو رو خدا. این چیه الان؟ مثلا کار کردین شما روی این؟ از کتاب خودمون واسمون عکس فرستادین؟ ما بدونیم کتاب چاپ کردیم نه؟ کتابمون خوشگله مثلا؟ حالا هم نداشتید حتی اینو صاف بگیرید. این چیه الان؟ دور اینا یه سری دایره کشیدی؟ این میشه کار کردن روی تست استنی؟ آقا من وقتی از شما کار میخوام همه رو میشینیم میبینیم، زیادین که زیادین، 10 نفر آدم میشیم همه رو میبینیم، بعد دونه دونه این کار رو انجام میدم. کار باید بکنین. نمیشه هر جور کلاسی هم که برید، هر چقدر هم به شما نکته یاد بدن، اگه درس نخونید هیچی نمیشین. بعد کار بکنید. اینا فایده نداره، به درد خودتون میخوره. تمرینای منو بعد درست انجام بدید. کارهایی که ازتون میخوام بعد درست انجام بدید. کسی نمیتونه استراحت بکنه، بالش بذاره زیر سرش، لذت ببره تو سال کنکور، بعدش هم بگن بفرمایید شهید بهشتی پزشکی مال شماست. کی گفته آخه همچین چیزی رو؟ اینجوری نمیشه کار بکنی. کار درست انجام بدید. بریم سر وقت کتابای 11. خب بریم سر وقت کتابای 11. آخرین چیزی که جلسه قبل درس دادیم به من بگید، همین الان بفرستش برای من بفرست، 1 دقیقه رو جدا کن. من متاسفم ولی قبلا بهتون گفته بودم، الان تو پیج خودم، تو آنلاین آکادمی، تو کلاسینو واسه همه میفرستم. من فکر میکنم لطفاً بفرمایید تا سر پتانسیل عمل. خب سلام میکنیم به دوستانی که الان به جمعمون اضافه شدن. من یک بار دیگه میگم ارتباط ما با بچه ها از طریق واتساپ 0936-122-21-20. عجیبه که بعضی از بچه‌ها تصور میکنن که کلاس ما آفلاینه، این کلاس با این معلمی که الان عصبانی شده هرگز آفلاین برقرار نشده، برقرار هم نخواهد شد انشالله. کلاس ما آنلاینه، خیلی هم حضوریه، دونه دونه هم همه رو داریم رصد میکنیم میبینیم. پیاماتون ها روی واتساپ 0936-122-21-20 از طریق واتساپ پدر مادر خواهر برادر محترم بفرستید. اونایی که خودشون واتساپ ندارن من پیاماتونو میبینم. اگر احیانا کسی اسمش سیو نشده بگه که اسمم سیو نشده، ما اسمو سیو بکنیم. ببینید بچه ها خیلی راحت با هم دیگه صحبت بکنیم، من یک کلمه دروغ به دانش آموزام نمیگم. خیلی ها به هم میگن آقا واسه چی جزوه رو 3 نوبت میذاری؟ مگه روز اول بهتون نگفتم امسال جزوه رو دارم 9 مینویسم؟ همیشه 9 بودن یه چیز حسنش اینه که آخرین مطالب و جذابترین مطالب بهش اضافه میشه، ایرادش هم اینه که غلط داره دیگه، بعد غلط گیری بشه. کارم الان خیلی واضح دارم بهتون میگم کار نکنید، هر چقدرم من انرژی بذارم آخرش میرید سر جلسه کنکور 20% هم نمیزنید.
نمیشه کسی راحت مسیر یه سال رو طی بکنه نتیجه بگیره توی کنکورش. باید وقت بذارید. یگانه اسمت سیوه. بعدش هم من آدمیم که اگر میتونستم با یه سری مسائل کنار بیام، به شما قول میدم پزشک خیلی خیلی خوبی میشدم. من تو بیمارستانم نمیتونستم رنج مریضام رو تحمل بکنم. یه ABG میخواستم بگیرم، خودم بیشتر از مریضم اذیت میشدم. چون خونه شهریانی سخته، اون سر سوزن هی طول میکشه وارد بشه، مریض اذیت میشه. بنده های خدا مریضم تازه چون میدونستم که میدونستم من همچین مشکلی دارم، اصلا هیچی نمیگفتم. ولی وقتی نگاش میکردم میدم دستش داره تو دستم میلرزه، چشماشو داره از درد فشار میده، اصلا به هم میریخت. میدونستم اون برای درمانشه. من نمیتونستم تحمل کنم. الان چی رو تحمل کنم؟ اینکه تو داری خودتو گول میزنی با این عکس ها، چی جوری تحمل کنم؟ بعد تشویق کنم دانش آموزمو؟ اصلا اگه قرار باشه که شما هر کاری دوست دارید میکنید بکنین و رو به عقب برین و افت بکنید و اصلا برای من مهم نباشه، اصلا اسم من مگه آدمه؟ یعنی چی که میگید هرس نخورم؟ مگه میشه هرس نخورم؟ کاراتون رو درست انجام بدید برای من. اسمایی که بچه ها میگن سیف کنید، سیف کنید. مینا سیف شدی. خب لطفا دقت کنید، ما با همدیگه یه سری چیزها رو جلسه پیش در موردش صحبت کردیم. اولا که یه اطلاعاتی در مورد دستگاه عصبی مرکزی پیدا کردیم. من خواهشم ازتون اینه، لطفا دقت کنید. میخوام مرور سریع انجام بدم. یه بار بهتون میخوام کمک بکنم اعمالی رو که یادتون میره و خیلی تو این فصل مهمه، مربوط به وسطای فصله، یه مرور با هم بکنیم، شما به خاطر بسپرید، بعد مجدد از اول دوره میکنیم، میریم به سمت جلو. چند تا عضو مهم هستش که شما باید کاراشون رو یاد بگیرید. یکی از این جاها بصل و نخاعه. من ازتون خواهش کردم که بصل و نخاع رو با دو تکنیک، با دو کلید یاد بگیرید. یکی این که به بصل و نخاع چی میگن، حرف بزنید با من بچه ها. بیتا کامران حرف بزن با من، به بصل و نخاع چی میگن؟ اصطلاح میگن چی؟ اسم دیگهش گره حیات. یوسف میگه گره حیات، گره زندگی. گفتم آقا یه نفر افتاده رو زمین، به تو میگن حیات داره یا نداره، زنده است یا مرده، تو چی رو چک میکنی؟ اولین چیزی که چک میکنی میبینی نفس میکشه. قدیمی ها آینه میگرفتن کنار بینی و دهانش، آینه اگه غبار میگرفت، یعنی بخار میگرفت، میگفتن نفس میکشه، زنده است. بعد چی رو چک میکنی؟ ضربان قلب. اصلا برای این به بصل و نخاع میگن گره زندگی، که دو تا از حیاتی ترین فعالیت های بدن، یعنی تنفس و ضربان قلب، که حالا به دنبال اون ضربان قلب و فشار و نیرویی که قلب وارد میکنه فشار خون هم ایجاد میشه دیگه، زیر نظر بصل و نخاع، تنفس، ضربان قلب، فشار خون. اون یکی کلید واژه رو چی بود که شما یادتون بمونه کارهای بصل و نخاع رو؟ بچه‌ها سیو کنید لطفا. یه چیز دیگه هم بود، بگی آفرین، از اسم خودش، اسم بصل و نخاع هست بصل با بل سل و صرفه نخاع ا عدسه، بل صرفه عدسه. خب یک موضوع. دوم پل مغزیه که یه عده یادشون میره. پل مغزی چی؟ پل مغزی، پل مغزی، پل مغزی، پل مغزی. گفتم اگه چی بشه پل مغزی بعد یادتون بیاد بگید. من دنبال کلیدا که سر جلسه کنکور اونا یادتون بیاد. بگید برای پل مغزی. میدونم امیر میگه که شنوایی، من میگم که برای پل، نه شنوایی که نیست، پل مغزی.
یه چیز دیگه ای گفتیم برای پل مغزی. گفتیم آها پل زده، گفتیم اگر کسی خوب درس نخونه بعد نتیجه کنکور که میاد، آها الان درست شد، اشکش در میاد از چشمش، پل میزنه تا دم دهن و دماغش. چون همه که گریه میکنن دیدید دیگه، آب دماغ و دهن و عشق همه با هم یکی میشه، همهش با هم یکی میشه. خب این پل که میزنه یادتون باشه پل مغزی در ترشح عشق، بزاق و تنفس نقش داره. پل در تنظیم ترشح عشق و بزاق و تو تنظیم تنفس نقش داره. خب یکی دیگه مغز میانی بود که علامتش این بود، اینجا وسط سر میان. خب آقا منظور چیه؟ منظور اینه که دستم و عدم چشمم میبرم به سمت گوشم، چشم بینایی، دستم و حرکت میدم، حرکت شنوایی، بینایی حرکت شنوایی مربوط میشد به مغز میانی. حالا سوال اینه چرا دستت اینجوریه؟ به خاطر این که برجستگی چهارگانه جز مغز میانیه. این چهارتا رو گذاشتم برای برجستگی چهارگانه که جز مغز میانیه. خب یه چیز دیگه هم گیرمون در مورد مکان مخچه بود. رو چه حرف مخچه گیر دادم که یادتون بمونه دوتا موضوع؟ حرفشو بگید. حرفه، آفرین. چه؟ امیر میگه چه. گفتیم مخچه بالاش برجستگی چهارگانه است، جلوش بطن چهاره. مخ چه بالاش چهارگانه است، جلوش بطن چهاره. که برای یاد گرفتن جاهاشون هم گفتم یاد بگیرید مخچه چهار تا زد به اپیفیز، از پایین به بالا مخچه چهارگانه اپیفیز قرار گرفته. خب اینا هیچ کدوم هنوز به تدریس اون قسمت نرسیده، فقط میخوایم قسمتایی که شما رو نگران میکنه با هم مرور کنیم ببینیم یاد گرفتید اینا رو، یاد گرفتید بقیه‌اش هم یاد گرفتین، اصلا دیگه بقیه‌اش کاری نداره. خب یه موضوع دیگه، این که کسایی که الکل مصرف میکنن، مواد مصرف میکنن، مثل این میمونه که این چی بود؟ بگید. هر کی الکل مصرف بکنه، مواد مصرف میکنه، جواب بده مثل چی میمونه؟ این چه علامتیه؟ چه صدایی داد؟ آها، مثل این میمونه که با دوپا بره رومین. برای همین ترشح دوپامین در مغزش زیاد میشه. دوپامین باعث میشه سرخوش باشه. نگاش میکنی میبینی یارو معتاده، بدبخته، لهه، تو جوبه، داغونه، اینجوری لهه. بهش میگی داداش، میگه سلام، خوشحاله. چرا؟ دوپامین سرخوشش کرده، سرخوش علکیه. خب انگار با دوپا رفته روی مین. باریکلا. بله دیگه از کجا بگیم؟ آها یه ترتیبم خواهش میکنم حتما یادتون باشه. من الان میام مغزو میگیرم. بچه ها یه دقیقه مغزی یدکی محمودو میدین. خب از بالا بهش نگاه میکنم. نه من یه بار توضیح بدم دوباره. علی رضا الان اسمتو سیف میکنیم. متشکرم. آها این مخچه یه تیکش همینجا بود. یه تلفن بگو بچه ها بگیرن. آها ببین آقا من الان مغزه رو از بالا، میشه دقیق من نگاه کنی؟ این مغزه رو از بالا دارم نگاه میکنم. اگه این بین شیار رو باز کنم ببین اینجوری، ببینی؟ حواس منه؟ اگه اینو اینجوری باز کنم از اینجا باز میکنم. خب اولین چیزی که میبینم این جسم پینه ایه.
حالا جسم پینهیو با تیغ میبرم، یه خود بیشتر باز میکنم، رابط سه گوشه. حالا رابط سه گوشم با تیغ میبرم، یه خود بیشتر باز میکنم، دوتا تالاموسه. حالا تالاموسم اوسط دوتاشو میبرم، یه رابط چون بینش داره، یه خود بیشتر باز میکنم، هیپوتالاموسه. یعنی از بالا به پایین این ترتیبه ترتیب مهمیه که جسم پینه‌ای، سه گوش، تالاموس ها، هیپوتالاموس چجوری قرار گرفتن به ترتیب. خب یکی دوتا چیز دیگه هم حالا که این دستمه بهتون نشون بدم. بچه ها من پانتومیم بازی میکنم، شما به این بگید چی رو دارم بازی میکنم. نگاه کن، باریکشالله سعید نفر اول، اجسام مخطط. اگر که من دوتا نیمکره ها رو نگاه کنم، تو دوتا نیمکره ها یه حفره ای میبینم، به اونا میگن بطنای جانبی یک و دو، که دستم اینجوری میکردم اون حفره بود. بعد اون حفره کفش اجسام مخططه. بسیار هم عالی، من این مغز رو تحویلتون بدم. تلفن بپیچ دورش بذار. خب من میخوام چند تا برای شما بازی میکنی؟ آره؟ بیا من یه چیزی میگم خان دکتر بازی کنه، ببینم کیا میتونن بگن، ببینیم که چند نفر میتونن بگن. آماده اید؟ آره؟ الان یا جلو نمیبینشون؟ یه جلو بگم یه چیزی رو بازی کنه. پانتومیمش میگه خیلی خوب نیست، ولی بچه های من خیلی خوبن. بچه های من میگن بگید ببینم که قشنگ خوب یاد گرفتید این چیزا رو. بگی هر چی دوست داری. برو بلد نیست بازی کنه. من الان خودم یه چیزی بازی میکنم، خب شما بگید که اون اونو ببین، اون شنیده من یواش گفتم برجستگی چهارگانه، همشون دارن مینویسن. نه خب یه چیزی که من یه چیزی بازی میکنم، یه نفر یه مشکلی داره، شما بگید مشکلش کجاست. خب من اونو بازی میکنم، دقت کنی. مشکلش کجاست؟ باریکلا مخچه. تعادل تنظیم حالت بدن. کار مخچه تعادل تنظیم حالت بدن. خب حالا یه نفر دوباره یه آسیبی دیده، تغییراتی که میکنه رو دقت کنی، نگاه کنی. تغییر اولی بود. دو کجا آسیب دیده؟ یا آسیبی دیده قبل و بعدش، قبل از آسیب، بعد از آسیب، قبل از آسیب، بعد از آسیب، کجا آسیب دیده؟ بودایی یه تکونی بده اونو.
خب نرگس میگه پل، یکی دیگه گفته برجستگی چهارگانه، دیگه همین الان با واتساپ تماس بگیر با پژمان ببین اگه مشکلی هست من بگو، من زنگ داره میزنه سر کلاس، بگو اگه مشکلی هست من بگو صحبت کنین چی میگه. بله جواب میشه آها باریکلا بسلار نخا، چون تنفسش قطع شد، ضربان قلبش قطع شد، بسلار نخا در تنفس و ضربان قلب نقش داره. خب تا اینجا دورمون اوکی بود روی این جزئیاتی که حالا این جای مختلف رو بعد یاد میگرفتیم، اونی که اول با اپلیکیشن گفتیم اوکیه؟ یه اوکی واسه هم بزنیم. خب حالا بریم از اول فصل شروع بکنیم، ببینیم اینجا چه چیزهایی باید بدانیم. بسیار خوب، لطفاً با دقت توجه کنید. اولین موضوع، بچه ها گفتیم یاخته های بافت عصبی. آقا داری چیکار میکنی؟ دارم از اول دوره میکنم، اصلا یازدهم از اول دوره کنیم. گفتیم یاخته های بافت عصبی دو گروه هن، یه سریاشون بیشترن، بهشون میگن پشتیبان نوروگلیا، یه سریاشون کمترن، بهشون میگن یاخته های اصلی بافت عصبی یعنی نورون. پس لطفاً توجه داشته باشید که نورون و نوروگلیا از نظر تعداد و از نظر اصلی بودن با هم متفاوتن. نوروگلیا تعدادشون بیشتره ولی یاخته های اصلی بافت عصبی نیستن. بچه‌ها یادتون باشه یاخته های عصبی بافت عصبی یا یاخته های اصلی بافت عصبی میشن نورون ها. نورون ها تعدادشون بیشتره. نوروگلیا ها ببخشید چند تا نقش دارن، یکی این که داربست ایجاد میکنن برای قرارگیری نورون ها، یکی این که ازشون دفاع میکنن، یکی این که همیستایی مایع اطرافشون رو حفظ میکنن. از سمت دیگه نورون ها سه دستن. اون سه دسته چیان؟ یه سری حسیان، پیام ها رو میبرن به مرکز عصبی. یه سری حرکتیان، پیام ها رو میبرن به اندام های حرکتی از مرکز عصبی. یه سری هم رابطن، بین اینا ارتباط برقرار میکنن. بعد بچه ها یه اشاره ای کردیم، گفتیم آقا یادتون باشه که اجزاء یک نورون شامل دندریت، جسم یاخته ای و آکسونه. اجزاء یک نورون شامل دندریت، جسم یاخته ای و آکسونه. دندریت ها پیام عصبی رو میرسونن به جسم یاخته ای، جسم یاخته ای هم پیام رو میگیره میده به آکسون، هم یه سری اعمال معمول مثل پروتئین سازی در جسم یاخته ایه و آکسون پیام عصبی رو دریافت میکنه و پیام همه میاد. بله من میبینم یه عده‌ام خیلی تمایل دارن من دوباره اون حرکات رو ادامه بدم، تموم شد دیگه، پانتومیم دوست دارن. آکسون پیامو در طول خودش هدایت میکنه و انتقال میده به سلول بعدی. اشاره کردیم که انتقال شیمیاییه، هدایت الکتریکیه و اشاره کردیم که نوروگلیا و اون میلین و گره رانویه کمک میکنه که سرعت هدایت افزایش پیدا بکنه. خب لطفاً دقت کنید. حالا میخوایم یک قدم بریم جلو و
این نورون ها بود. آها، در مورد چگونگی پتانسیل عمل، ایجاد پتانسیل عمل با همدیگه صحبت کنیم. خواهش میکنم دقت بکنید، با تمرکز گوش کنید، پیام نفرستید، من همه چیز رو کامل توضیح بدم، بعدش میرم روی جزوتون و حالا این قسمت های مربوط به پتانسیل عمل رو از اونم از اون جزوه کتاب بررسی میکنیم. آقا این چیه برای ما کشیدی؟ اینا پروتئین هایی هن که در فرایند پتانسیل آرامش و همچنین پتانسیل عمل و چه نقش دارن. لطفاً خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. الان فعلا پیام ندید، هورا پیام ندید، گوش کنید. چیزی هست بخوای به من بگی خانم دکتر؟ نه فعلا. لطفا دقت کنید. ما یه سری کانال‌های نشتی داریم، یه سری کانال‌های دریچه دار و یک پمپ سدیم پتاسیم که در جاهای مختلفی نقش داره، در غشاء سلول عصبی هم کارش خیلی مهمه. کانال‌های نشتی، پرنیان قرار شد پیام ندید، قرار شد گوش کنید. خیلی هستن مشتی، چون همیشه کار میکنن، مشتی هن، میریان، تو پتانسیل عمل فعالن، تو پتانسیل آرامش فعالن، قبلش فعالن، بعدش فعالن، همیشه کار میکنن. نشتی پتاسیمی داریم، نشتی سدیمی داریم. نشتی ها دریچه ندارن، همیشه بازن و با انتشار تحصیل شده یونها رو جابجا میکنن. میخواد نشتی سدیمی باشه، میخواد نشتی پتاسیمی باشه، فرق نمیکنه. البته زمانی که سلول عصبی در حال آرامش بچه‌ها، تو پتانسیل عمل نیست، یعنی در حال آرامشه، خب اون کانال‌های نشتی سدیمی در واقع نسبت به کانال‌های نشتی پتاسیمی چون کم تعدادترن، کم اثرترن، در واقع نفوذپذیری غشا در حالت آرامش به پتاسیم زیاده، به سدیم کمه، که اینو من با تعداد فلش‌ها نشون دادم. یعنی وقتی یه سلول در حالت آرامشه، چون ایون‌های پتاسیم درون سلول بیشتر از بیرون سلولن، ایون‌ها به سمت بیرون میرن و ایون‌های پتاسیم از بیرون، ایون‌های سدیم هم از بیرون میان درون، ولی مقدار سدیمایی که پتاسیمایی که میرن بیرون خیلی بیشتره. در واقع نفوذپذیری غشا به یون پتاسیم خیلی بیشتر از نفوذپذیری غشا به یون سدیم در پتانسیل آرامش، که حالا با جزئیات در مورد اینا با هم صحبت خواهیم کرد. پس یه سری کانال رو یاد گرفتیم که دریچه ندارن، نشتیان و خیلی مشتیان. اینا در جابجایی یونهای سدیم و پتاسیم نقش دارن. در پتانسیل آرامش نفوذپذیری ایون‌ها به پتاسیم بیشتر از سدیم. گروه بعدی بچه های شیراز، بچه های خانم گندمی، اوکی برای من بزنن ببینم چند تاشون حضور دارن، خبر بدم. بله، خسته نباشید بچه‌ها. یه سلام ویژن بکنیم به بچه‌های آموزشگاه سرآمد که الان داخل کلاس ما هستن. بابت این موضوع که میگفتن کلاس نیست، بچه سرآمد کلاس زنده است. الان هم شما دارید زنده میبینید، الان ما هم دارید میبینید، اسم خودتون هم شنیدید و کلاس کاملا لایو. چت داخل واتساپ 0936122120 میتونید مشارکت کنید. گفتن اینو تو کلاس اعلام کنید، من جسارت کردم. خواهش میکنم، مرسی. خب بله، خانم نگین طلاقت، ستایش و غیره. خب یه سری کانال هم
دریچه دارن. کانال های دریچه دار، خوب دقت کنید، دریچه شون در سمت ورود یونه. یعنی کانال های دریچه دار سدیمی دریچه شون به سمت بیرون قشاه، کانال های دریچه دار پتاسیمی دریچه شون به سمت درون قشاه. کانال های دریچه دار خوب گوش کنید، یه نکته خیلی مهم دارن. نکته خیلی مهمشونم اینه که وابسته به ولتاژن، و وقتی ولتاژ قشا تغییر میکنه ما وارد پتانسیل عمل میشیم کار میکنن. مثل مشتیا نیستن که همیشه کار کنن، در زمان پتانسیل عمل کار میکنن، بعدش هم دریچهشون بسته میشه. علاوه بر اینها پمپ سدیم پتاسیم هم داریم. بچه ها پمپ سدیم پتاسیم که همیشه فعاله، هر بار که فعالیت میکنه 3 تا سدیم میده بیرون، 2 تا پتاسیم میده تو. 3 تا سدیم میده بیرون، 2 تا پتاسیم میده تو، و یک آتپه تجزیه میکنه. اون یک آتپه هم که تجزیه میکنه سمت داخل قشاه. پس برای اینکه من بتونم در مورد پتانسیل عمل و پتانسیل آرامش صحبت بکنم، باید کانال های نشتی، کانال های دریچه دار و پمپ سدیم پتاسیم رو بشناسم. یه نکته هم بگم، نشتی ها همیشه فعالن چون نشتی هن. پمپ سدیم پتاسیم هم بچه ها همیشه فعاله، ولی بعد از پتانسیل عمل فعالیتش بیشتر میشه. حالا چراشو خواهیم گفت. اوکی، یه قدم میخواییم بریم جلو، میخواییم ببینیم که چجوری فرایند پتانسیل عمل ایجاد میشه. خواهش میکنم با دقت گوش کنید. یه چیزی هم من توضیح بدم، این مال کتابتونه، کتاب 11 به لحاظ نکات آموزشی واقعا کتاب قدریه. بذارید یه بار همین پروتئین هایی که بهتون گفتم که تو کتاب 11 گذاشتم با هم دیگه بررسی کنیم. کل این نکته نوشته در ارتباط با پروتئین های قشایی مربوط به پتانسیل آرامش عمله. حالا این چیا گفته؟ میگه همه این پروتئین ها اینو بگیر آی جی تی وی کن. لطفاً دقت کنید، تمام پروتئین های قشایی که در پتانسیل آرامش و عمل موثرن چه ویژگی دارن؟ 1 پروتئین سراسری قشان، 2 در زخامت قشا قرار دارن، 3 از جنس پروتئینن، پس توسط ریبوزوم ساخته میشن و در سلول های اوکاریوت این ریبوزوم ها رو شبکه اندوپلاسمیه. 4 به هر حال پروتئینن، پس مونومرهای آمینه اسیدی دارن، پس پیوند پپتیدی دارن، ساختارهای اول دوم سوم مثلا پروتئین ها رو دارن، ساختارهای ویژه پروتئین ها. با بخش های آبدوست و آبگریز قشا، یعنی با دوم فسفولیپید ها که میشه آبگریز و با سر فسفولیپید ها که میشه آبدوست در تماسن. پتانسیل الکتریکی قشای یاخته رو تغییر میدن، بالاخره یه تغییری در پتانسیل الکتریکی قشای یاخته میتونن ایجاد بکنن. و نکته 7 که خیلی جالبه اینه که در جابجایی یونهایی با بار مثبت نقش دارن، همشون، یا سدیمی یا پتاسیمی یا دوتاش با همه. و مورد بعدی این هستش که این چیه؟ مورد بعدی این هستش که همگی در زمان پتانسیل عمل فعالن. بعد یه قدم بیاییم پایین تر، از اینجا دوباره بگیر. پس 1 هر پروتئین قشایی، چه نشتی ها، چه دریچه دارا، چه پمپ سدیم پتاسیم که در پتانسیل آرامش عمل اثر گذاره، این 8 ویژگی رو داره. حالا میگه کانال های نشتی و دریچه دار این اشتراکا رو دارن. 1 یونها رو در جهت شیوه غلظت، 2 به شیوه انتشار تحصیل شده جابجا میکنن. و میگه این کانال ها
دارای تفاوت‌های زیرن، یعنی نشتیا و دریچه دارها. یک دریچه دار برخلاف نشتی یه دریچه دارن که اون دریچه در سمت ورود یون بود. دو کانال‌های دریچه دار در زمان پتانسیل آرامش فعالیت ندارن، اما انتقال یون از طریق کانال‌های نشتی در زمان پتانسیل آرامش صورت می‌گیره. و سه کانال‌های دریچه دار باز و بسته میشن ولی نشتی‌ها همیشه باز هستن. و نهایتاً در ادامه می‌بینیم که داره میگه که پمپ سدیم پتاسیم با کانال‌های دریچه دار و نشتی در این موارد تفاوت داره. پمپ یون‌ها را خلاف جهت شیب جابجا می‌کنه، کانال‌ها در جهت شیب. عملکرد پمپ با انتقال فعاله، کانال‌ها انتشار تحصیل شده. فعالیت پمپ در زمان پتانسیل عمل آرامش صورت می‌گیره، بعد از پتانسیل عمل افزایش پیدا می‌کنه. نشتی‌ها همیشه فعالن، دریچه‌دارا در زمان پتانسیل عمل فعالن. و پمپ خاصیت آنزیمی داره، میتونه آتپر رو تجزیه بکنه که در سطح داخلی قشاین اتفاق صورت میگیره، ولی کانال‌های نشتی همچین ویژگی ندارن. کانال‌های دریچه‌دار هم همینطور. میخوام بهتون بگم که اگر مطالعه کننده خوبی باشید اصلا چیزی جا نمیمونه، هر جوری بخوام بهتون سوال بدن بالاخره شما اطلاعاتشو دارید. خب بذارید من توضیحاتم رو روی نمودار بدم. دقت کنید. غشای یک سلول عصبی رو در نظر میگیریم وقتی که در پتانسیل آرامشه. وقتی که، خوب دقت کنید، در پتانسیل آرامش قرار داریم. خب اولا درون سلول نسبت به بیرون سلول بار مثبت کمتری داره، برای همین بهش میگن چشم. من عکسایی رو که خودم کشیدم همه رو براتون میذارم، باشه؟ الان گوش کنی. برای همین میگن منفی 70 میلی ولت. یعنی میگن یه روزی، من اینو شنیدم که واقعیه، یعنی از کسی شنیدم که آدمی که حرف فلکی نمیزنه، که در خیلی سال پیش دو تا دوست یک فعالیتی رو شروع میکنن، هر دو در زمینه صنعتی و اینا. یکی از اینها در ژاپن کار میکنه، دیگری در آمریکا. بعد یه روز اونی که تو آمریکا کار میکرده یه مته‌ای میسازه که این مته یه ویژگی استثنایی داشته. که هرچی انقدر ریز بوده این مته هر چیزی رو سوراخ میکرده. باش میتونستی وسط برنج ده ها سوراخ کنی، دانه برنج باش میتونستی سوراخ سوراخ کنی. بعد از اینکه موفق میشه یه همچین چیزی رو تولید بکنه، میفرسته واسه رفیقش که توی ژاپن بوده، میگه ببین. یه چند روز بعدش کارمنداش میان میگن قربان ببخشید متهی که فرستاده بودید برای دوستتون برگشت خورده. میگه یعنی چی؟ پست برگشت داده؟ میگن نه، همونجوری معطر انگار برای ما فرستادن. اطرافیانش همه خوشحال میشن، یعنی مثلا اونایی که میدونستن اینا با هم دیگه رقابت دارن، قربان فلانی که تو ژاپن بوده کم آورد، معطر برگردونده، اصلا به رو خودش رای برده. این میگه نه حتما یه چیزی هست، معطر بردارید بیارید ببینیم. معطر میارن بررسی میکنن، میذارن زیر میکروسکوپ، میبینن یه سوراخ زده رو مته برگردونده. یعنی اینقدر اونا پیشرفته بیشتری کرده بودن. من بعضی وقتا وقتی که اینو برای بچه‌ها توضیح میدم، تعریف میکنم، یه عده‌شون تو ذهنشون میگن، یا حالا مثلا بهم میگن، میگن آقا بیشتر به افسانه شبیه، به داستان مانند شبیه، آیا واقعا همچین چیزی هست؟ بهشون میگم اون که چیزی نیست. من و شما الان داریم در مورد چیزی صحبت میکنیم که برای ثبتش فکر میکنید چیکار کردن.
یه میکرو الکترود ساختن، به خدا ساختن، یکیش میره توی قشای سلول عصبی، تو سلول عصبی، یکیش بیرون. آه، خود سلول چقدره؟ آکسون و دندریت چقدر باریکه؟ چی آخه تو ساختی؟ یکیش میره تو آکسون، یکیش بیرون آکسون. بعد این میکرو الکترودا وصل به یه افزایش دهنده ولتاژ وصل میشه به نوسان نگار. فکر میکنید چجوری تونستن اندازه گیری کنن بار غشا چقدره؟ به کمک میکرو الکترود. بعد این میکرو الکترود داره که گذاشتن، دیدن 70 میلی ولت توی غشا کمتر از بیرونه، چون معیار توی غشا میگن اختلاف بار منفی 70 میلی ولته. حالا یه سوالی که مطرح میشه اینه که بعضیا میگن آقا ببخشید، یعنی میخوای بگی درون غشا منفیه؟ نه، ما توی غشا هم سدیم پتاسیم داریم دیگه، مثبته، بیرون هم داریم. مثبت تو از مثبت بیرون کمتره. فهمیدین چی شد؟ برای همین اصطلاحا میگن درون غشا منفی 70 میلی ولت. وقتی غشا در حال آرامشه که من اینجا با A نشون دادم، کانال های دریچه دار که بستن، هیچ، پمپ سدیم پتاسیم هم داره کار خودشو میکنه، خوب حواستون رو جمع بکنید، و کانال های نشتی هم که خب همیشه بازن، در حالت آرامش هم بازن، اما یادمون باشه که نفوذ پذیری غشا به یونهای پتاسیم خیلی بیشتر از سدیمه. کیمیا نوشته این منفی که اینجا نوشتیم جبری نیست، درسته، بله، منفی تره، یعنی مثبتش کمتره. یعنی خب این غشا در حالت آرامش. بعدش یک تحریکی به سلول عصبی وارد میشه. تحریک که وارد شد در یک کسر کوتاهی از زمان، میدونید چقدر اون کسر کوتاه از زمان؟ یونهای سدیم میان درون سلول، خب تحریک که ایجاد میشه یونهای سدیم میان درون سلول، یعنی همه حرفایی که ما الان با هم دیگه زدیم میشه بشر که میکرو الکترود رو درست کرده. بشر میکرو الکترود رو درست کرده، اوکی، رفته درون و بیرون غشا تا بفهمه تو سلول عصبی چه خبره. بعد وقتی میفهمه خدا تو سلول عصبی چی کار کرده، بشری که این همه تلاش کرده، پیشرفت کرده، اینو فهمیده، اینجوری میاد بیرون، تازه میفهمه اون چیه. میدونید اون زمانی که کانال های دریچه دار سدیمی باز میشن تا سدیم بیاد درون سلول و این باعث میشه اختلاف پتانسیل غشا از منفی 70 برسه تا مثبت 30 چقدره؟ میدونید اون زمان چقدره؟ میدونید چقدره؟ عمرن بتونید بگید 1000 ثانیه. 1000 ثانیه. شد 1 ثانیه. شد 1 ثانیه. 1000 ثانیه. اون ببین چیکار میکنه. وقتی تحریک ایجاد میشه کانالای دریچه دار سدیمی باز میشن، تو 1000 ثانیه یونهای سدیم اونقدری میان تو که اختلاف پتانسیل از منفی 70 میرسه مثبت 30. میرسه مثبت 30. اونجا که رسید کانالای دریچه دار سدیمی بسته میشه، پتاسیمی باز میشه بلافاصله. یعنی تو قله برای یک لحظه بسیار کوتاه کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی جفتی با هم بستن. نه اینکه با هم بسته میشن، سدیمی بسته میشه، بعدش پتاسیمی که بسته بود باز میشود. یعنی در زمانی که نمودار داره به سمت بالا میره، هر دو تا کانال دریچه دار با هم باز نیست، سدیمی بازه، پتاسیمی بسته است. رسید قله، سدیمی بسته میشه، پتاسیمی باز میشه و پشت سرش پتاسیمی، یونهای پتاسیم خارج میشن.
یونای پتاسیم خارج میشن، خارج میشن تا اختلاف پتانسیل دوباره برمیگرده به منفی 70. بنابر این بعضی وقتا به بچه‌ها میگیم که آقا ببخشید شما میشه توضیح بدید برای ما که آقا آیا در زمان پتانسیل عمل اختلاف پتانسیل غشا کم میشه یا زیاد میشه؟ جواب اینه که نمیتونیم بگیم، چون این تغییر میکنه. بعد بگیم تغییر میکنه، اختلاف پتانسیل غشا از منفی 70 تو پتانسیل عمل میاد مثبت 30، دوباره برمیگرده منفی 70. اول سدیم میاد تو، بعد پتاسیم میره بیرون. اول کانال دریچه دار سدیمی باز میشن، بعد پتاسیمی بسته میشه. تو دو زمان سی و دی کانال های دریچه دار سدیمی باز، پتاسیمی بسته است. تو دو زمان اف و جی کانال دریچه دار پتاسیمی باز، سدیمی بسته است. این شد پتانسیل عمل. خب ببخشید وقتی که شد پتانسیل عمل، از اون آی مثلا به بعد چه اتفاقی میفته؟ اونو بگو آقا. اونجا چی میشه؟ اونجا ما فقط یه مشکلی داریم، منفی 70 که ما منفی 70ه. مشکل اینه که سدیوما ریختن تو، پتاسیما رفتن بیرون، که اونو درست میکنه. فعالیت بیشتر پمپ، پمپ بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر فعالیت میکنه و این فعالیت بیشتر دوباره یونا رو درست میکنه، برمیگردونه سر جای خودش. پس اگه به شما گفتم چه جوری اختلاف پتانسیل به منفی 70 برمیگرده، شما میگید با خروج پتاسیم، تمام. ولی اگه گفتن چه جوری یونا سر جای خودشون برمیگردن بعد از پتانسیل عمل، تعادل یونها برقرار میشه با فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم، که تقریبا همه هم درست جواب دادن. خب من میخوام در مورد این نمودار بسیار مهم چند تا سوال ازتون بپرسم. اولا بهتون بگم بچه ها، توی آ، توی آی و توی ای کانالی درچه دار سدیمی و پتاسیمی بستن. تو قسمت سودی سدیمی باز، پتاسیمی بسته است. تو قسمت نزولی برعکسشه. هر دوتا در کانال هم با هم باز نداریم. خب حالا میخوام در مورد یه سری جزئیات ازتون سوال بپرسم، ببینیم که در نقطه آی چرا دیگه بلافاصله بعدش آقای امید این درست میشه. به نظر من جمله بندی که داری به کار میبری خیلی علمی نیست. یا مثلا حالت با پتانسیل آرامش، فکر میکنم بیتو هم همین سوالو داره. از نظر دریچه ها وضعیتمون مثل آرامش. من سوالا رو بپرسم، سوالای مهمو لطفا دقت کنید. سوال اولم اینه، میشه به من بگید که سی و دی چه فرقی دارن؟ این هم نیستن؟ همه چیشون مثل همه. غلظت ها چه تغییری میکنن؟ تو نقطه ای بیشترین غلظت درون سلولو داریم، بیشترین غلظت یونی درون سلولو داریم، یعنی فشار اسموزی از همه جا بیشتره تو نقطه ای. باریکلا. این دوست عزیزمون 915 اوکی دقیقا داره درست میگه. میگه آقا تو نقطه سی اختلاف پتانسیل داره کم میشه، تو دی داره زیاد میشه. یه دقیقه حرف من گوش کنین، یه دقیقه حرف من گوش کنین، با دقت گوش کنین. ببین علی مثال بزنم. خانم دکتر بیا اینجا. میشه خیلی با دقت گوش کنید. الان خانم دکتر 100,000 تومان داره، من 30,000 تومان. من معیارم، چون من 30,000 تومان دارم ایشون 100,000 تومان، من 70,000 تومان کمتر دارم، اصطلاحا میگیم اختلاف پتانسیل منفی 70 میلی ولت، چون من پولم کمتره. حالا خوب گوش کنید، من یه نگاهی میکنم و میگم
چقدر پول داری؟ میگه 100,000 تومان. بعد یه عالمه 10,000 تومانی داره. میگم اونجا رو یه 10,000 تومانی برمیدارم. من شدم 40، ایشون شد 90، اختلاف شد 50. دوباره 1,000 تومانی برمیدارم. من شدم 50، ایشون شد 80. دوباره 1,000 تومانی برمیدارم. میشه این؟ یه جایی خوب گوش کنید، پول ماها با هم برابر میشه. اونجا میشه این صفره، اختلاف دیگه نداری. خب ولی من بازم گولش میذارم چون خیلی خام دکتر ساده ایه. دوباره بهش میگم اون دوربینه رو دوباره 1,000 برمیدارم. این دفعه من پولم بیشتر داره میشه. ببین اینه، دوباره برمیدارم، دوباره پولم بیشتر میشه. ببینید بچه ها، چه در زمان سی، چه در زمان دی، چه این تیکه، چه این تیکه، یه اتفاق داره میفته. من دارم از خانم دکتر پول میگیرم، اما از در قسمت سی اختلاف پولمون داره کم میشه. هی پول من به ایشون نزدیکتر میشه. از اینجا به بالا اختلاف پولمون داره به نفع من زیاد میشه. در واقع هم در زمان سی هم در زمان دی ما ورود انای مثبت داریم، ما برداشت پول از جیب خانم دکتر داریم، با این فرق تو نصف این زمان اختلاف پول من و خانم دکتر داره کم میشه، تو نیمه دیگر این زمان اختلاف داره زیاد میشه، پول من داره بیشتر میشه. لطفاً دقت داشته باشید که هر وقت به صفر نزدیک میشیم اختلاف پتانسیل داره کم میشه، هر وقت از صفر دور میشیم اختلاف پتانسیل داره زیاد میشه. در دو زمان C و F اختلاف پتانسیل داره کم میشه چون داریم به صفر نزدیک میشیم. در دو زمان D و G اختلاف پتانسیل داره زیاد میشه چون داریم از صفر دور میشیم. چه تشکر رسن. خب تا اینجا حله؟ میشه به هم بگید کجا کانالای دریچه داره سدیومی باز میشه؟ کجا سدیومی باز میشه؟ این دوتا رو بگید، کجا سدیومی باز میشه، کجا بسته میشه. کجا سدیومی باز میشه؟ دوتا بنویسین. باریکالا 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 باریکالا. بی باز میشه، ای بسته میشه. کجا پتاسیمی باز میشه، کجا بسته میشه. کجا پتاسیمی باز میشه، باریکالا، بله، ای پتاسیمی باز میشه، اچ دیگه بسته میشه. مرسی. بله خب لطفا دقت کنید. میایم اینجا، چی؟ اشکال نداره. دقت کنید، ما گفتیم که مثلا اینجا یه تحریک ایجاد میشه، من یه نورون کشیدم، سدیم میاد تو، پتاسیم میره بیرون. بعد این در طول این حرکت میکنه، بهش میگن هدایت، میاد اینجا میخواد برسه به سلول بعدی. این که میخواد برسه به سلول بعدی بهش میگن انتقال. انتقله، ینتقل و انتقال. انتقال یه فرایند شیمیاییه. یه سری ناقل عصبی داریم که اینا از پایانه آکسون، اینجا بزرگترش رو کشیدم، اگزوسیتوز میکنن، میان وارد فضای سیناپسی میشن.
به این سلوله میگن پیش سیناپسی، به این یکی میگن پس سیناپسی. خدا بگم چی کارشون نکنه. اسمای جدیدش پیش همایه‌ای، پس همایه‌ای. هر کی تونست 10 بار پشت سر هم بگه پیش همایه‌ای، پس همایه‌ای، پس همایه‌ای، پیش همایه‌ای، جایزه داره. بعد سوال اینه این ناقلا که آزاد میشن چیکار میکنن؟ میان پتانسیل الکتریکی اشعاع سلول بعدی رو تغییر میدن. بچه ها یادتون باشه، خوب دقت بفرمایید، یادتون باشه ناقل های عصبی هرگز وارد یاخته پس سیناپسی نمیشن، هیچ وقت. بعد از اینکه آزاد میشن یا مجددن بر میگردن در این سلول پس سیناپسی، پیش سیناپسی، یا تجزیه میشن. خب ولی هیچ وقت نمیتونن وارد بعدی بشن. میان وصل میشن به گیرندشون و گیرندشون پروتئین سراسری کانالی دریچه داره. گیرنده ناقل عصبی عزیزان پروتئین سراسری کانالی دریچه داره. اما ناقل عصبی میتونه سلول بعدی رو تحریک کنه، میتونه سلول بعدی رو مهار کنه. وقتی تحریک میکنه، شما مثالشو دارید، بس میشه به این گیرندش، این گیرندش دریچهش باز میشه، یونهای سدیم وارد این سلوله میشن. خب شما میدونید دیگه با ورود یونهای سدیم پتانسیل عمل اتفاق میفته. ولی چجوری مهار میکنه ندارید. بعضیا فکر میکنن اگر ناقل عصبی سلول بعدی رو بخواد مهار کنه رو پتانسیل الکتریکی قشاش اثر نداره. داره. هر ناقل عصبی حتما پتانسیل الکتریکی قشاع سلول بعدی یعنی پس سیناپسی و بعد از سیناپس رو تغییر میده. اگر تحریکی باشه باعث میشه سدیم وارد این بشه، این فعال شه. اگر مهاری باشه رو ما نداریم، ولی یکی از اون مهاریایی که خیلی متداول اینه که باعث میشه کلور وارد این شه. کلور وقتی واردش میشه منفی تر میشه، اصلا پیام نمیره. پس یک ناقل عصبی میتونه تحریکی باشه، میتونه مهاری باشه. خب لطفاً دقت بکنید، لطفاً دقت بکنید، بریم اینجا. این جزوه زیبات. آها یه چیزی هم آخر جزوهتون گذاشتم، اینا رو ببینید. همه ناقل آزاد شده قطعا به گیرنده متصل نمیشن. خیر، اینا هم باید کار کنید. حالا بهتون میگم تو برنامه‌تون چجوری باید کار کنید. این اما موضوع مورد بحثه. نوشته گیرنده پروتئین کانالی دریچه دار که اینجا چون تحریکیه یون سدیم نشون داده که وارد شده. یک موضوع دیگه این بیماری به نام MS. اولا یادتون باشه میلین کم یا زیاد بشه میتونه بیماری بده. ثانیاً در بیماری MS یا مالتیپل اسکلروزیس این دیگه واقعاً یعنی عاشق اینم که خواستن برای MS یه اسم دیگه بذارن. هرچی فکر کردن خدایا اسمشو چی بذاریم به نتیجه نرسیدن، گفتن بیایم MOSشو فارسی بنویسیم. اسم بیماری
از ام اس انگلیسی تبدیل شده به ام اس فارسی. این تغییرشون بوده، ازشون تشکر میکنیم. بچه ها یادتون باشه ام اس بیماریه که در اون بیماری شایعی هم هست. میدونید که تو ایران علتش هنوز دقیقا مشخص نیست، بعضی میگن به خاطر آب شهری مصرفیه، ولی در ایران بیشترین میزان ام اس در شهر اصفهان دیده میشه. و اینکه در این بیماری یاخته های دستگاه عصبی مرکزی یعنی مغز و نخاع، به محیط کار نداره، میلین اطرافشون از بین میره. هم بحث در واقع حسیشون مثل بینایی و هم حرکتشون به اشکال برخورد میکنه. و اینکه بیهسی و لرزش هم درشون دیده میشه. من یه دانش آموزی داشتم در شهر اهواز، کلاس من توی کتابخونه مرکزی بود. کتابخونه مرکزی یه سالن نسبتاً بزرگیه، فکر کنم 400 خورده‌ای فرد توش جا میشه، یه خود سنش بلنده، چند تا پله میخوره. خدا میدونه اینو که دارم بهتون میگم، خدا شاهده عین اینی که دارم بهتون میگم. و از ردیف اولش هم تا دم اون سنه یه چند قدمی باید بچه ها بیان. من یه دانش آموزی داشتم ام اس داشت، تو بینایی که مشکل داشت بماند، یه دست و یه پاشم درگیر بود. و خیلی شاید براتون جالب باشه، وقتی که میخواستم درس بپرسم همیشه داوطلب بود. و چون آدم قوی بود، ام اس داشت ولی آدم قدری بود، با روحیه بالا بود و ناراحت میشد که وقت کلاس به خاطرش بره. اسطوره اون کلاس بود دیگه، همه عاشقش بودن. من میگفتم مثلا شما بیا، تعداد زیادی بچه ها رو میومدن برای پرسش و اونم میومد. من نفر اول میپرسیدم اون میومد، از نفر دوم میپرسیدم اون میومد، از نفر سوم میپرسیدم اون میومد. به آخرای خط، به آخرای صفحه پرسش که میرسیدم، از پله خودش رو کشونده بود بالا. بعضی روزا هم که حالش خراب بود رسته بود سر پله ها. یکی دو بار بهش گفتم نشسته جواب بده، گفت استاد ما اهل بی احترامی نیست، اینجوری خوشحال نیست. گفتم بیا. گفت یعنی استاد من درس میپرسه من نشسته باشم، من بعد ایستاده باشم. هرگز نشد خوب جواب نده، هرگز. فقط دو بار اگه اشتباه نکنم، اونم انقدر زنگ زده بود آموزشگاه به منشی و اینا، گفته بود آرام فر حتما بگید، من واقعا نمیتونم از جام بلند شم، که خودشو میرسون که سوالاشو جواب بده تو این شرایط. بعد وقت دانش آموز داریم که عکس علکی میگیره واسه من میفرسته به من کلک بزنه. خیلی خوب، میخواییم تست کار کنیم. من تستا رو براتون ابعادش رو بزرگ کنم. لذت میبرید از این که استادتون انقدر کارهای کامپیوتریش حرفه‌ایه، من اینو کاملا حس میکنم.
آها بفرمایید. تست یک اینو لطفا بزنید شارژ. جاسم انجان نمیدونم همال چند سال پیشه، همین که من در هفته یک بعد از ظهر میرفتم اهواز تدریس میکردم برمیگشتم دیگه، جز به جز از بچه ها خبر ندارم. نوزور بگو بیا خب عالی. سوالش هم بد نیست. میگه هر نورون با گزینه یک تعدادی گره رانویه یک رشته برای دریافت پیام دارد. دلیل نداره. رشته ای که دریافت پیام داره دندریت. خب چند تا میتونه دندریت داشته باشه؟ دو میگه یک محل برای قرار گرفتن هسته. خب اینکه همه نوران اینطوری هن یه محل برای قرار گرفتن هسته دارن. میلین داره. از کجا معلوم؟ شاید رابطه نخایی میلین نداره. سه میگه هر نورون با تعدادی پایانه ی آکسونی یک محل برای فعالیت راکیزه ها داره. این غلطه. میتوکندری ها درسته که به طور عمده در جسم یاخته ایم، ولی در پایانه آکسون هم هستن، چون اونجا فرایند انرژی خواهی به نام اگزوسیتوز رخ میده. پس جواب چهاره. هر نورون با تعدادی دندریت پیام عصبی رو از جسم یاخته ای فقط به یه رشته هدایت میکنه. چرا؟ چون از جسم یاخته ای میره به آکسون و همه نورون ها یک آکسون بیشتر ندارن. حل. نه بریم تست دو. این تست رو هفته پیش زدیم. فاطمه همه رو زده بودیم، هر پنج تا رو یا فقط اینو؟ آه یک رو فقط زدیم. محسن میگه خب الان دو. بوده این میتونی سیف کنی بازه؟ خب خدا رو شد نموردیم و واتساپ هم کم آورد. پیام شما میاد برای من امیر جان؟ بله همه پیام ها رو دارم میبینم، فقط سین نمی کنم چون
اصلا نمیشه من تا بخوام موسو بیارم اسمتون رفته. خب یه نکته جالب در مورد نورون‌های نخاعی داریم که اگه نورون نخاعی داشته باشیم که آکسونش میلین نداشته باشه حتما دندریتش هم چیه؟ میلین نداره و اون نورون نورون رابطه. یه بار دیگه میگم در نخاع هر نورونی که آکسونش میلین نداره دندریتش هم میلین نداره پس حتما رابطه. این جواب سه. ولی عکسش صادق نیست. نمیتونیم بگیم در نخاع هر نورونی که دندریتش میلین نداره آکسونش هم فاقد میلینه. نورون حرکتی دندریتش میلین نداره اما آکسونش میلین داره. پس نمیتونیم بگیم هر کی دندریتش میلین ندارد رابطه است. پس یک غلطه. دو میگه در نخاع هر کی آکسونش میلین داره حرکتیه. غلطه به خاطر که نورون حسی هم دندریت هم آکسونش میلین داره. و چهار میگه هر کی دندریتش میلین داره یک پایانه آکسونی داره. این خیلی راحت رد میشه. دلیل نداره که نورون نخاعی که دندریتش میلین داره یه دونه پایانه آکسونی بیشتر نداشته باشه. خب چند تا داره؟ پس جوابمون در تست دو میشه گزینه سه که خیلی هم درست جواب دادن. خوشتون اومد؟ یه بار دیگه تکرار میکنم که برای رفع اشکال روز دوشنبه از ساعت 1 تا ساعت 3 من در خدمت شما هستم. همین کلاس و همین شکلیه. فقط اشکال جواب میدین، تشریف بیارید. البته میگم این دوشنبه من یه کاری دارم که البته اون کار 10:30 صبح. امیدوارم که مشکلی برخورد نکنه و زود انجام بشه که من بتونم بیام خدمت شما. مثل دوشنبه های دیگه خیلی براتون رفع اشکال خواهم گذاشت. فقط بیایید اشکالاتون رو جواب بدین. هیچ فرق نمیکنه. همه عزیزانی که عضو این کلاسن میتونن تشریف بیارن. خب سوال 3. میشه بپرسید برای آزمون بچه ها رو کدوم سایت باید بیان؟ بچه های کلاسینو بگید آقا کامرانی خودشون اگه میخوان بیان توضیح بدن. بله رفع اشکال، رفع اشکال که مشکل نداری. در مورد آزمون بچه ها کجا باید بیان؟ آزمون تو سایت خود سایت اصلی آنلاین آکادمی میتونی و بچه های کلاسینو هم. بله یه لینک اونجا میخوره میشه بیاییم. بله. آره میخواین. سلام بچه ها، خسته نباشید. برای آزمونتون وارد صفحه اصلی آنلاین آکادمی میشید، یه لینک خورده ورود به صفحه آزمون. سایت آزمون online-academy.ir هست، همون سایت قبلی خودمون. اونجا میتونید آزمون زیست رو فقط برای شاگردان خود دکتر رایگان هست میتونید شرکت کنید. یوزرنیمتون میشه شماره تلفنتون برای بچه های آنلاین آکادمی، شماره تلفن یا کد ملی، و برای بچه های عزیز کلاسینو همون یوزرنیمی که وارد پنلشون میشن شماره تلفنشون. به عنوان یوزرنیم با وارد میکنید، رمزتون 1 تا 6 هستش، 1, 2, 3, 4, 5, 6 وارد میکنید و میاید تو صفحه آزمون، آزمون رو شرکت میکنید. بله. 8 صبح شروع. از 8 صبح تا 1 زمان آزمونه. هر لحظه ای تو این زمان ورود میکنید 40 دقیقه بعد پنلتون بسته میشه. بله. تون 40 دقیقه فقط میتونن آزمون بدن. بله. راجب تشریح بعدش هم اگه میخواید توضیح بفرمایید. بعد از اینکه آزمونتون رو دادید در جا پاسخهای تصویریشو میبینید اصلا. یعنی کلیک میکنید و برای هر یه دونه سوال جداگانه یک پاسخ تصویری وجود داره، پاسخ تشریحی هم وجود داره، جفتشو بهتون میدیم.
جمعه پس فردا از 8 تا 11 ورود که میکنید 40 دقیقه زمان دارید صرفاً زیست. توضیحات هم فکر کنم کامل بود دیگه. 50 سواله. یه بار دیگه میخواین یوزرنیم پسورد رو؟ فقط بچهای 11 هم تو این آزمون شرکت نمیکنن، چون الان بچهای سالیانه که ثبت نام انجام دادن، چه تو مجموعه خودمون چه تو کلاسینو. نحوه ورود یه بار دیگه توضیح میدم. وارد صفحه اصلی آنلاین academy.ir میشید، زده ورود به پنل آزمون، یا میرید تو online-academy.ir که پنل آزمون اونجا قرار داره. برای آزمون زیست روی گزینه زیست میزنید، نام کاربریتون، بچهای آنلاین آکادمی، شماره تماس یا کد ملیشون، بچهای کلاسینو شماره تماسشون، همونی که موقعی که میخوان وارد پنل بشن وارد میکنن، رمزتون 1 تا 6 و توضیح آزمون هم که 40 دقیقه زمان آزمون هست، از زمان ورودتون 8 صبح جمعه. متشکرم. خب تست سه خیلی ها زدن 2 گلابی، جواد زده 2 گلابی، درستم میگه؟ بله. در یک یاخته عصبی در حالت آرامش کانال‌های نشتی دارن کار میکنن با انتشار تحصیل شده، درسته. در دو سوی غشا اختلاف -70، درسته. کانال‌های دریچه دار بستن، درسته. ولی نمیتونیم بگیم فقط یونای سدیم درونن، یونای پتاسیم چه میدونم سدیم بیرونن پتاسیم درونه، نمیتونیم اینو بگیم، غلطه. خب مباحث رو دوباره میگم. 1 و 2 دهم تا سر پروتئین 11 تا سر پروتئین 12 فصل 1، 12 پروتئینش نیست. الان اگه احساس میکنید تستنیتون بهتره، خب خیلی خوبه، شرایط بهتره. یه چیزی میخوام بهتون بگم، ربط مستقیمی به درس نداره. بگم اینو میخوای بگیر برای بچه ها بذاری، خود طولانیه ولی یا حوصله‌تون رو سر میبره. در مورد یک مسئله، بگم. بسیار خوب. یک مثالی ما داریم، کار نیکو کردن از پر کردن است. از وقتا بچه ها میان میگن که آقا ببخشید ما 3 ساعت بیشتر در روز نمیتونیم درس بخونیم، چیکار باید بکنیم؟ جوابش اینه، کار نیکو کردن از پر کردن است. استاد تستا گزینه‌های طولانی دارن، تا میایم بخونیم زمانمون از دست میره، چیکار باید بکنیم؟ جوابش اینه، کار نیکو کردن از پر کردن است. استاد ببخشید وقتی سر جلسه یه آزمون میشینیم که 3 ساعت 4 ساعته، 1 ساعت 1 ساعت و نیم اول انرژی داریم، بعد دیگه اصلا نمیفهمیم سوالات چیه، دیگه انقدر خسته میشیم، چه کار کنیم؟ جوابش اینه، کار نیکو کردن از پر کردن است. این مثل یک داستانی داره که من خیلی دوستش دارم. آقای شفیعی خدا بیامرزتش، مدیر دبیرستان کمال، سال اول دبیرستان برای ما تعریف کرد و خیلی برای من اثرگذار بود، خیلی زیاد. یادم اومدم خونه با هیجان برای مادرم تعریف کردم و اون موقع بهم گفتش که پسر جان سعی کن قدر بدونی که همچین مدیری داری که اینطوری تو ذهن تو اثر گذاشته. ماجرا اینه که یک پادشاهی بوده که دلاوری بوده، اسب سوار، تیرانداز، توانمند، شکارچی قهار، و یک معشوقه ای داشته که خیلی علاقمند بوده در برابر اون کارهای مثلا خفن انجام بده. ولی هر کاری که انجام میداده، مثلا یک چه میدونم حیوانی رو از راه دور شکار میکرد و اینا، به اون معشوقه میگفته که خوشت اومد، اون میگفته کار نیکو کردن از پر کردن است، کار نیکو کردن از پر کردن است. یعنی تو انقدر شکار میکنی، انقدر درگیر این فرایندی، چیز عجیبی نیست. تا اینکه یه روز که با خدم و عشم و اینا رفته بودن یه جا مثلا برای شکار، یک آهوی در یه فاصله خیلی دور نشسته بوده کنار یه درخت. پادشاه جوان به اون معشوقش میگه که میخوای اون آهو رو با تیر بزنم؟ اون دوباره بهش میگه کار نیکو کردن از پر کردن است.
این همه تو تیراندازی کردی، خب معلومه که میتونی اونو بزنی. میگه به نظرت اگه چه کار بکنم خیلی خفنه. میگه اگه راست میگی دستشو بدوز به گوشش. پادشاه خود فکر میکنه، میگه با دوتا تیر قبوله؟ میگه قبوله. تیر اولو میگیره میکشه، نشونه گیری میکنه، با دقت ولش میکنه، تیر میره از کنار گوش آهوه رد میشه. باد تیره میگیره به گوش آهوه، آهوه فکر میکنه مگس مده رو گوشش نشسته، دستشو میاره بالا، مگس رو به پرونه، تیر دوم دست و گوشو با هم میدوزه. همه اونایی که اونجا بودن آه اون را دست میزنن، شلوغ میکنن، سرصدا میکنن. پادشاه به اون معشوقه میگه خوب بود. معشوقه میگه کار نیکو کردن از پر کردن است. این همه تیر اندازی میکنی تونستی این کارم انجام بدی. این که این جواب میده، شاه پیش اون خدم و حشم و اینا ضایع میشه. همه مثلا یه دفعه قطع میکنن و غضب میکنه. قدیما اگه شاه غضب میکرد میگفت مثلا گردن یکی رو بزنی، اگر که وای میستاد منتظر بود یکی بیفته دست پاش التماس کنه بگه بیخیال شو، اگه میرفت یعنی تمومه. شاه که میبینه اینجوری ضایعش کرد، میدوه سمت اسبش، دلاوری هم بوده دیگه، میپره رو اسب. در حالی که داشته سوار اسب میشده به جلاد میگه گردن اینو بزن. میره جلادم که سنی ازش گذشته بوده، پیرمردی شده بوده، خیلی هم پشیمون بوده از اینکه یه در از بین برده، و یه دختری هم دقیقاً همسن و سال اون معشوقه داشته، اینو که برای گردنشو بزنه، هر چی فکر میکنه خدای من مثل دخترم میمونه، گردن اینو بزنم نمیتونه. پیش میگه ببین دختر جان، من از خونه تو میگذرم، برای اولین بار در کل زندگیم به شاه دروغ میگم، یک گوسفندی رو سر میبرم میذارم به مثلا لباس تو آغشته میکنم، خونش رو میگم سر تو رو بریدم، ولی تو دیگه همیشه باید با خانواده من زندگی کنی، کنار دختر من، کنار همسر من، با اونا زندگی کن، بیرون بیای من لو میرم. و میگه باش. این میره خونه جلاد. جلاد هم یه خونه ای درست کرده بوده از ترس اینکه کسایی که گردن زده یه عده به خونخواهی اونا بیان سر وقتش، این خونه پله میخورده پله میخورده پله میخورده، اون بالا خونش بوده، اون پایین هم گاو و گوسفند و طبیله و اینا داشت. دختره که میره اونجا، همزمان یه گاوی که جلاد داشته زایمان میکنه، یه گوساله لاغر مردنی نحیفی به دنیا میاد که رو به موت بوده. دختره به جلاد میگه میشه من این گوساله رو تیمار کنم، یه کاری کنم عبی نره؟ میگه بکن. اینم خلاصه هر روز این گوساله نحیف رو بغل میکرده، از این پله ها میرفته بالا بالا، اینو تیمار میکرده و حالا سر و شکلی بهش میداده و برش میگردونه پایین. روزی دوبار، یه بار صبح یه بار غروب. کم کم گوساله جون میگیر و یه خورده هیکلش درشت‌تر میشه و شرایطش بهتر میشه، ولی این روزی دوبار هر روز این کارو میکرده. یه مدتی میگذره، یه روز شاه به جلاد میگه جلاد میخوام یه چیزی رو پیشت اقرار کنم. میگه بگو. میگه اون دختره راست میگفت. آقا کار نیکو کردن از پر کردنه. کسی که برای هر چیزی تمرین میکنه اون مهارت رو به دست میاره، هر چی میخواد باشه باشه. اون تنها کسی بود که چاپلوسی نمیکرد، راست میگفت، ولی من گردنش رو زدم، پشیمونم، خیلی پشیمونم. جلاد باز جرأت نمیکنه بهش بینو بگه. میگه قربان یک شب بیایید منزل من میخوام با شما صحبت کنم. خلاصه شاه یه شب میره منزل جلاد و شروع میکنه این پله ها بالا رفتن. شاه هم دلاوری بوده، هی میرم بالا، هی میرم بالا، هی میرم بالا، شاه تحمل میکنه، تحمل میکنه، تحمل میکنه. دیگه اون بالا که داشتن میرسیدن میگه مردشو رو تو رو ببره با این خونت، این چه خونه ای، این همه پله داره. نفس هم گرفت، چقدر پله داری تو. جلاده میگه قربان چیز عجیبی نیست که من یه دختری دارم، هر روزی دوبار یه گاو از این پله ها میاره بالا. اون گوساله آروم آروم بزرگ شده گاو. پادشاه میگه تو یه دختری داری، هر روز، اونم روزی دوبار، یه گاو از این پله ها میاره بالا، ما رو گیر آوردی جلاد؟ میگه نه قربان، میخواید ببینید؟ میگه بله. میگه نگاه کن، داد میزنه، میگه دخترم. شاه نگاه میکنه میبینه اه، یه دختری همچین تنومند هم نیست، لاغر اندامه ولی روبنده داره. میره سمت گاوه،
میگه این شوخی میکنه جدی، میبینه نه گاوه رو بغل کرد، میبینه شروع کرد پلا بالا اومدن بالا اومدن بالا اومدن، یه نفس میاد تا کنار شاهه، گاوه رو میذاره زمین. شاه بهش میگه بابا خفن، تو دیگه کی هستی، چجوری تونستی؟ دختره رو بندش میزنه کنار، میگه کار نیکو کردن است، پر کردن است، هر چیزی که بخواید شدنیه. برای این بشر دوپا نه وجود نداره، بستگی داره چقدر پاش انرژی بذارید، چقدر تمرین کنید، چقدر کسب مهارت کنید، هر چیزی بخواید شدنیه. اون کسی که امروز وقت نمی کنه 50 تا سوال تو 40 دقیقه با گزینه‌هاش بخونه، همون کسیه که مهارتشو کسب میکنه تو 40 دقیقه که سهل تو 30 دقیقه میخونه، همه رو هم درست جواب میده، درصد بالای 90 میاره، درصد 100 هم میاره. ولی اینکه چقدر تو این مسیر بعد عرق بریزه، چقدر بعد شب تا صبح بیدار بمونه، چقدر بعد عذاب بکشه، اذیت بشه، بعد وقت بذاره. نشد نداریم. همون کسایی که شاید امروز الان سعی میکنن که دستنیشون رو بپیچونن، فکر میکنن هیچ وقت راه نمیفتن، فکر میکنن سوالای سخت رو نمیتونن جواب بدن، همونا با تمرین و مبارزت به یه جایی میرسن که تمام اونا بدون مشکل جواب خواهند داد. خب اما تست 4، تست بزنید لطفاً، خواهش میکنم. تست دوازدهم چاپ جدید اومده. چی شد؟ فیلمت خراب شد؟ ها؟ تو میتونیم از دوربین بگیریم؟ کات کن بذار. خب تست 4 خیلی سوال قشنگیه، خیلی قشنگه. چقدر جوابا متغیره. 2 1 3 4 همه رو نوشتیم. ایدیا رئیسی مال کدوم شهری؟ من دو تا دانش آموز رئیسی داشتم مال اصفهان. چه دانش آموزایی، یکیشون که خانم دکتر زیستم درس میده، تخصصم قبول شد. عرفان نوشته به شرفم. اون کدوم گزینه؟ تبریز. خب بریم شروع کنیم. کدام یک جمله زیر را به شکل نادرستی تکمیل می کند؟
در غشاء یک یاخته عصبی همواره بلا فاصله پس از زمانی که یک میگه کانال‌های دریچه‌دار سدیمی بسته میشن. فقط یک جا هست که کانال‌های دریچه‌دار سدیمی بسته میشن، قله مثبت سی. دریچه موجود در سمت داخلی غشاء کانال‌های یونی باز میشه. ببخشید کدوم دریچه ها سمت داخل بود؟ کانال های پتاسیمی. در واقع گزینه یک داره میگه همیشه بعد از بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی پتاسیمی باز میشه، پس این جوابه. تا اینجا درست. گزینه دو میگه که در غشاء یک یاخته عصبی همواره بعد از اینکه کانال‌های دریچه‌دار سدیمی و پتاسیمی بسته اند، اختلاف پتانسیل دو سوی غشاء کاهش می‌یابد. خب نگفته که این زمان آیا مال پتانسیل عمل یا خیر. اختلاف در زمان آرامش هم کانال‌های دریچه‌دار سدیم و پتاسیمی بستن، بلافاصله بعدش وقتی که وارد پتانسیل عمل میشیم اختلاف پتانسیل کاهش پیدا نمی‌کنه. که اختلاف پتانسیل چی میشه؟ افزایش هم پیدا میکنه. بنابراین گزینه دو هم رد. سه میگه که در غشا همیشه بعد از اینکه اختلاف پتانسیل دو سوی غشا صفر میشه کانال های دریچه دار سدیمی بازن، که من فکر میکنم این باید صورت سوالو تغییر بدیم. حالا الان خدمتتون میگم. وقتی اختلاف پتانسیل دو سوی غشا صفر میشه دو حالت داریم. یه حالت تو سعودیه که کانال‌های دریچه دار سدیمی بازن، ولی یه حالت تو نزولیه بستن، پس این نادرسته. بذارید من گزینه رو دوباره چک کنم. و چهار میگه که وقتی حد اکثر اختلاف پتانسیل در دو سوی غشا ایجاد میشه، حد اکثر اختلاف منفی 70ه، کانال‌های دریچه دار سدیمی باز میشوند. این هم غلطه. صورت سوال باید بشه کدام یک جمله زیرا به شکل صحیحی تکمیل میکند. بچه ها اونم پاکش کن. صورت سوال باید بشه، اینو لطفا توی جزوه بچه ها بگو اصلاح بکنیم، کدام یک جمله زیرا به شکل صحیحی تکمیل میکند؟ جواب همون یکه. بله میشه یک. ببخشید این اشکال سوال بوده. من یه بار دیگه بگم، صورت سوال اینو میگه، میگه آقا همیشه بعد از این که یک کانال سدیمی بسته میشه، دقت داشته باشید که کانال سدیمی بسته میشه نوک پتانسیل عمله تو مثبت سی، بعدش پتاسیمی باز میشه، پس یک جوابه. اینو من درستش کنم. دو میگه بعد از وقتی که کانال‌های دریچه دار سدیم و پتاسیمی بستن، اصلا ممکنه اینجوری بذارید بگم پتانسیل عمل تموم شده، کانال‌های دریچه دار سدیم و پتاسیمی بستن، خب دلیل نداره دوباره تحریکی ایجاد شه. برای چی باید حتما اختلاف پتانسیل تغییر کنه؟ اصلا شاید تغییرم نکنه، ثابت بمونه. مثال میزنم، زمانی که پتانسیل عمل تموم میشه، خب
بعد از اینکه پتانسیل عمل تموم شد، کانالی در چه سدیم پتاسیم بستن. آره، چی کار میکنه؟ پمپ سدیم پتاسیم بیشتر کار میکنه. خب اختلاف پتانسیل دو سیقش ها چی میشه؟ هیچ، نه کم میشه نه زیاد میشه، ها منفی 70 میمونه. باز میگم چون تو صورت سوال نگفته کی پتانسیل عمل، پتانسیل آرامش، همه رو باید در نظر بگیریم، یعنی همواره رو باید در نظر بگیریم. خب گزینه 3 هر وقت عرشیا به سمت صفر میریم اختلاف پتانسیل داره کم میشه. میگه در غشای یاخته عصبی همیشه بعد از اینکه اختلاف پتانسیل صفر میشه، اختلاف پتانسیل دو جا صفر میشه، یکی تو سعودی یکی تو نزولی. میگه که کانال های سدیمی بازن. کی میگه؟ تو نزولی اختلاف پتانسیل صفر میشه، کانال های سدیمی بستن، دریچه دار سدیمی بستن. و نهایتاً در مورد ای ساناز باز چی نوشتی کلاس آفلاینه؟ یعنی چی؟ این چه حرفیه امروز شما میزنی؟ و نهایتاً گزینه 4 میگه که همواره بعد از زمانی که حد اکثر اختلاف پتانسیل در دو سوی غشا ایجاد میشه. کی حد اکثر اختلاف پتانسیل در دو سوی غشا ایجاد میشه؟ تو منفی 70، چه اولش چه آخرش. کانال های دریچه دار سدیمی باز میشن. خیر، وقتی که پتانسیل عمل تموم شد ما میاییم میرسیم به حد اکثر اختلاف پتانسیل، کانالی باز نمیشه. بنابراین جواب میشه گزینه 1 همواره. آره، هانیه میگه همواره خیلی مهم بود، درست میگه. تو صورت سوال بعد همه حالتها رو در نظر میگرفتیم و سوال خوبی بود، سوال خوبی بود. خدمت شما عرض شود که بچه ها برید سوال 5. هر ناقل عصبی لزومن آره تستش آسونه. حالا ببینید چه آدمایی هستن، همه رو دیگه سخت میذارم. کی بود نوشته بود فوق گلابی؟ رو اون سخت ها صدات در نمیاد. حالا این فوق گلابیه؟ تست 3 چی شد؟ دو. تست 3 شد گزینه 2. شیدا پاسخای اینا رو داری مینویسی؟ حسابی درگیر. شاید یه روزی بهت گفتم کارمون خیلی زیاده، یه جای دیگه هم میخواستی بری. بعد جواب میشه 4. هر ناقل عصبی حتما پتانسیل الکتریکی غشای یاخته بعدی رو تغییر میده، ولی حتما روی یاخته عصبی پس سیناپسی اثر نمیذاره، ممکنه روی یاخته ماهیچه‌ای اثر بذاره. حتما سبب تحریک نمیشه، ممکنه سبب مهار بشه، چون یک گفته روی نوع یاخته عصبی اثر میذاره، همین گفت پس سیناپسی درست بود. و 3 میگه در پایانه آکسون یاخته پیش سیناپسی ساخته شده، پایان آکسون ساخته نشده، توی جسم یاخته ای ساخته شده. لطف بفرمایید برنامه مطالعاتیتون رو یادداشت کنید، لطفاً برنامه مطالعاتی رو یادداشت کنید، لطفاً برنامه مطالعاتی رو یادداشت کنید. متشکرم. این هفته قرار شد فردا فوق‌العاده نداشته باشیم. من هفته دیگه دوباره چند تا زمان اعلام میکنم، ببینید کی اوکی من همون موقع بذارم. من معلمی هستم با زمانهای باز و
وقت خیلی دارم، همه وقتم مال شماست. من خیلی وقت دارم، بیکارم. برای شما بیکارم. هر وقت بگید اوکی میکنم، فوق‌العاده میام. شما این معلمتون رو یکی در نظر بگیرید، بیکار و دوله در خدمت شما. اونایی نیستم که همه وقتاشون پره، هیچی وقت ندارن. خب نگران نباشی. خدمت شما جمعه هم میشه، جمعه این هفته آزمونه، این هفته نمیشه. خدمت شما عرض شود که اول یازدهمی ها برنامه شونو بنویسن، برنامه شونو بنویسن. امروز که چهارشنبه باشه، درس همین امروز، پنج شنبه گفتار یک، جمعه گفتار دو، شنبه گفتار سه، یک شنبه مرور سه گفتار، دوشنبه مطالعه اون یک شنبه که مرور سه گفتار رو جزوه، از رو جزوه، دوشنبه مطالعه سه گفتار از روی کتاب تخت سیاه، سه شنبه تست های بی خط از روی کتاب تخت سیاه. گفتار سه ندارید؟ همون جک و جونه برا میشه گفتار سه. جونه برمونه برای آخرش میشه حالا سه، که از هیت شروع میشه به مهره داران ختم میشه. دوازدهمی ها برنامه شون رو لطفا یادداشت کنن، بچه های دوازدهم برنامه شون رو یادداشت کنن. برنامه این هفته شون یه مقداری سنگینه، زیاد سنگینه. امروز مطالعه دوازدهم، گفتارهای یک و دو، پنج شنبه مرور دهم فصل های یک و دو، جمعه آزمون زیست و تحلیل، آزمون زیست و تحلیل که بسیار بسیار مهمه، تحلیلش هم خیلی طول میکشه. شنبه مطالعه فصل یک از یازدهم تا آخر نورون، یک شنبه یک یازدهم تا آخر، این تا آخر فصل. دوشنبه یک دوازدهم به طور کامل، روز سه شنبه تست ثانیه. اون سری چه تستی زده بودی؟ اندفعه تنفس از تانک، اندفعه تنفس از تانک، کل فصل سه تنفس از تانک. اگه فکر میکنید نمیرسید، زودتر میتونید شروع کنید. عکس سوالهایی که اطرافش نکته های خوب نوشته شده، حالا سری بعد من اول اونایی هم که خوبن نشون میدم. آقا این خوب کار کرده، زیادی هم علکی نمیخوام، اونم میذارم. برنامه این هفته برنامه سنگین و بسیار مهمیه.
اگه تستا رو به موقع نزنید درسایی که قبلا یاد گرفتید از یادتون میره. کار کردن تو کلاسمون رو جدی بگیرین. اجازه بدید که من کمکتون کنم به آرزوهاتون برسید. جلوی من وای نستین. من خود شما هم. جلو من وایستین، جلو خودتون وایستادی. جلو پیشرفت خودتون وایستادی. با من همراهی کنی. ما با هم همسنگری. با یکی دیگه میخواییم به جنگی. همسنگرتون رو نزنید. منو دور نندازی. خداحافظ. خسته نباشی.